سلام امیدوارم که خوب باشید من آرام امیجا کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید یک رپ هاوشی با هم داریم از اتحاد تا جنگ جهانی رپ فارسی قراره با هم بررسی کنیم اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم رپ رو داشته باشیم خب احتمالا همتون الان متوجه شدید که یه سری داستانه داره اتفاق میفته بین بچههایی که به زد بازی نزدیکن و خود بچه های زد بازی با امیر تطلو و به هر حال توهی و این اتحادی که هست داستان از کجا شروع شد اول از همه سپر خلص خب یک ویدیو درست کرده بود در رابطه با حله و داشون رو نقد و بررسی میکرد راجع به اون صحبت میکرد و خیلی انتقاد داشت به این داستان که نباید خیلی جلوی نسل چهار رو گرفت چون اونا آینده این بازی هستن و یه جا هم اتحاد و لوس شمرد و گفت به هر حال این بازی و این بیفا هم به نفع رپ فارسی جالب و میده کل ویدیو رو که ما هم نگاه میکنیم یعنی من نگاه کردم دیدم که هیچ بی احترامی توش نیست و در کمال احترام سپر خلسه حرف خوش رو زده و انتقاد خوش از این آهنگ کرده اما مثل اینکه که امیر تتلو و توهی به دلشون خوش نیامده بود این داستان و اومدن توی کامیونیتی پست یوتیوبشون یک سری حرفا رو زدن که با هم میخونیم امیر تتلو اول از همه من یه سوال دارم اونایی که میگن فوش مشکل نداره زنشونو رو فوش کش کنی هم مشکل نداره یعنی آیا دیگه روشون میشه بشینن باهاش جلو دوربین مسخره رن. یا فقط مادرشون چون از بچگی فهمیدن دست عیب نداره حواستونو رو جمع کنید صبر و احترام هم حدی داره یهو اگرم فیتیل پیچ کنم بفهمین اینجا کشتی که سله قفس اصلا هی من میبخشم دیگه پررو نشین یهو یکیتونو رو بد جور خف میکنم مثل شاین که یکیتون خف کرد نذارید مفش خفگیری که اول خفت خودتون رو میگیرم ما که تو خونه نشستیم سی تا سیکیوریتی هم دم در ساله شما میرین بیرون میاین دوست دختر دارین زن دارین زشته جلوشون خراب ببینید چقدر هشدار دادیم چقدر بخشیدیم یهو پرمون به هم نگیره که زش میشه همه جوره اون موقع باید مثل اون بچه خوکه کلا بپیچین تو سوراختون و همه چی و شوخی شوخی رد کنید بعد از اون یه پستی گذاشته نوشت جام ایرانی خواهش میکنم با حرف زدن راجع به هم دیگه با فوش و بی احترامی سیاسی نرم از بغل و تیکه انداختن با حسادت و خراب کردن همدیگه انقدر نخواین برین جلو اینجور چسخور نباشین به خاطر چهار تا فالوور و ویو مردم رو قضاوت نکنید به طبیعت قسمی وقتی که میذاری ما رو خراب کنی و تیکه به ما میندازی اگر فکر میکردی شاید یه کافی شاپ خوب داشتی الان و در آخر نوش خلاصه احترام یه چیز متقابله اولا سعی کنید حفظ بشه من احترام فقط فوش ندادن و بی احترامی فقط فوش نیست خب تو این کامیونیتی پست تتلو رو شیر کرد و در ادامش نوشت طرف و زنش نشسته ته خال زنک بازی که فقط یوتیوبش ویو بخوره بعد به ما میگه خال زنک و اتحاد لوس چرا چون بازیش ندادیم احترام بذار وگرنه یه عمر باید سوتیان زرشکی دریایی بپوشی واسه بازدید بیشتر نمیشه یه تعریف کنی یه تخریب که از بغل ما پول در بیاری و بگی فوش مادر اوکی اگه نسل جدید بدن حواست باشه ما بقیه نیستیم روی یکی از ما بگیری حذ میشی خب حالا شاید با یه جای داستان سپرخلص مخالف بودن ولی به نظر من به عنوان کسایی که راجع به احترام حرف میزنن و نسل کیو بزرگتر میدونن خوش اینو این طرز برخورد نیست میتونی بیای بگی آقا اوکی ولی اینت اوکی نبود مثلا همونجوری که خب سپر خلسه برنامه رو درست کرد اینجوری گارد گرفتن خیلی عجیب بود خب این داستان همینجور کش که داش نمی اومد همینجا تموم شده بود تا صبح که سپر تو تلگرامش اومد یه سری پست گذاشت که با هم میخونیم خب اول از همه سپر خلسه وقتی جنبه اعتقاد مؤدبانه رو نداری رب نمیخواد بخونی هشتگ سوزش همه رو برق میگیره ما رو حسین توهی فیت اندی تو بده چاغال بابا من با کمال ادب از تو انتقاد کردم این دیگه بیشوری توی که بزن من فوش میدی دم از احترام دیگه نزن آدم دوزاری شماها جنتی رپ فارسین برین بزنین چهار تو جوون بیاد بابا خفتم هم دادش بیا بکن ما جامون معلومه پیرزن از تاکسی خالی نترسون در آخر هم نوش ضمن هدف من از تهیه اون ویدیو نه بازدید بود نه توهین به نسل یک اگرم ببینید من از گل به اینا کمتر نگفتم بعد یهو میان به زن آدم فوش میدن و تهدید میکنن این چه الگوی بدیه برای میلیون ها طرفدار میسازید هدف حرف من اینه که آینده هر حرفه ای به جووناشو نه بعد جلوی فعالیتشون بزرگترا بگیرن بعد از اونم دو تا استوری گذاشت که یه سری حرفا رو زد با هم میبینیم برو فیت بده شغال با ما به ما نمیخوری اینقدر یعنی هم خواهی مالی نسل و ما با. بالا نمی آید پیر سگ تتل تو هم که خودت میدونی دونی بی ناموسی اگه ناموس داشتی به ناموس وقیه تو این نمی شد اینو همه میدونن با کچلا در نیافت بد میشه خب حرفای سپر خاصا رو با هم دیدیم اینا بعدا پاک شد از به هر اینستاگرام و تلگرامش اما ارز جی جی هم پشت خلسه در اومد نوشت شماها کسایی هستین که ما از بچگی سوژه می‌کردیم الانم سوژه می‌کنیم خز بودنتون رو نمیتونید قایم کنین سیجل هم در حمایت از خلسه نوشت دو تا رفیق بچگی در سر دلسوزی راد دادن تو دو تا آهنگ فکر نکن تو موزیک کسی آدم حسابت میکنه 20 سال سوژه ای سوژه میمونی هشتگ خالی که اشاره به توهی داشت کاگان هم یک سری فعالیت انجام دادی استوری زد نوشت دوره حذف کردن خیلی وقت گذشته دو تا سیگار برگزشی دهنت فاز مافیا نگیر و بعد هم توی تلگرامش یک اسکرین ریکورد گذاشت از یکی از آهنگ های قدیمی توهی و تتلو خب برسیم به بقیه کسایی که حمایت کردن سپر خلصه بهزاد لیتو همچین عکسی رو با سپر خلصه گذاشت و علامت هیس یا سکوت و گذاشت و حمایت خودش رو اعلام کرد همچنین کوروش هم از دیگر اشخاصی بود که پشت سپر خلصه در اومد با این استوری که یه قسمت از ورس خلصه تو فنا رو گذاشته بود اشاره به این داشت که آقا در افتادن با تیم ما میتونه نتیجهش مرگ و تابوت باشه از جمله کسایی دیگه هم که حمایت کردن از سپرخلصه سروش هیپاپالوجیست بود با یه شورت ویدیو به این شکل کنسول هم بازی میکنیم داشتی تو ترف تو گاردن سپی خلص خب تطلو تا اینجا که فعلا به این داستان ها واکنشی نشون نده اما خب توهی یه قسمت از آهنگ حله رو گذاشت اونجا که میگفت تیزی میزه و فلان و اینا یه متنی رو نوشت توی سرش که با هم میخونیم نوشته تو این یه تیکه جواب همه رو دادم پس بودوی دنبال بازیتون بس دیگه معروفتون نمیکنیم راستی من نسل صفرم. چاغال شک داری از ربکن مورد علاقت بپرس اپیکور هم خیلی سوسکی واکنش نشون داد به این داستان اومد یکی از پست های قدیمی شونو که مال 4 5 روز گذشته بود و پین کرد که توش اینجوری نوشته بود گفته بودیم کون خیلی ها رو نباید گنده کنید اینا ظرفیت دیده شدن ندارن کو گوشه شنوا خب میرسیم به داستان تتلو امیر تتلو امروز سری حرفای عجیب غریب میزد راجع به این داستان که پاسپورتشون نمیدن و گفت اگه ندید میریزم دم سفارت میگم فنا بیان و یه سری کارهای عجیب غریب و اینا که من نمیدونم لطفا به تعطلی اینا رو بگید چون ممکنه واسش مشکل پیش بیاره حرف زدن اینجوری توی یوتیوب تهدید کردن اشخاص که تو این چند روز گذشته هم داشته ترویج خشونت و اگه کسی شکایت کنه میتونن امیر تتلو رو هم دیپورت کنن یا حتی به زندان بندازن توی یوتیوب و اینجاها جای این حرفا نیست که بیای تهدید کنی سفارت و مردم و چون راجع به این چند وقته هم که به حال حواشی و اینها بود به ایپاپولوژی چه به حال به فیمساجی که اومده بود اون کارو کرده بود یه سری تهدیدا اینا رو میکرد که اینا توی پلتفرم آقا ممنوع ترویج خشونت و اگه برن شکایت کنن با این سند و اینا مشکل واسش پیش میاد حالا از این داستان که بگذریم راجع به این حرف زد و بعدش هم گفتش که آقا من میخوام برگردم ایران اعدام شم خودکشی مال آدم ضعیفاست من اعدام انتخاب میکنم و به نظر من وقتی خودتو تحویل میدی که اعدام بشی میشه خودکشی چون میدونی داری میری که بمیری اما در کل نمیدونم این فازا چرا امیر تتلو داره البته که یه سری توضیح قبلا آجبش داده بود و فکر می کنم که الان دوستاش و خانوادهش بعد به فکر امیر تتلو باشن و حرفایی که تتلو میزنه نشون میده که زیاد حالش خوب نیست و به نظر میاد باید به یه دکتر مراجعه کنه چون خیلی داستان ها داره عجیب غریب میشه و حالا از این داستان که بگذریم امیدوارم که مشکل خاصی واسش پیش نیاد یه نکته جالب دیگه هم که از جا داره بش اشاره کنیم علیزه جیجه یه استوری زد که خیلی شبیه به اول هم آهنگ یخ بود هم عروس که شاید ندا از یه دیسترک بده مسعود سان هم یه استوری گذاشت در رابطه با حواشی هیپاپولوژیست و این حرفا و نوشته بود حال روز خیلی ها نه به گندگوزی و داشت اینایی رو که دارن به نسل یکیا به هر حال تیکه میندازن و این حرفا رو مسخره میکرد با هم میبینیم وسط این هیروویر یه داستانی که بود خیلی جالب بود اونم جرشا بود که اومد یه استوری زد و در با این حرف زد که اگه آرتیستا بیان خانوادگی سر رو که خیلی هم پروژه سختی هست و استارت میزنه و به تش میبره و گفت آقا اون زمانی که ما برای خانوادگی و اتحاد و اینا می اومدیم حرف زدیم خیلی خودشون رو میگرفتن نمی اومدن تو داستان و بچه هایی رو که تو خانوادگی بودن قابل نمیدونستن حالا میان اتحاد میکنن و اینجوری مغرورانه صحبت میکنن که این نکته جالبی بود که داشت بهش اشاره میکرد و دمش گرم که وسط این دعوا اومد راجع این داستان صحبت کرد و جالب اگه ما خانوادگی سه رو داشته باشیم خانواده دو که خیلی باها بود به هر حال یه فیت بزرگی بود که چند تا نسل یکی و خیلی از بچه های دیگه توش بودن با لحجه های مختلف اگه سر رو بتونه استارت بزنه که دیگه عالیه امیدواریم که این اتفاق بیفته حالا یه بارم شده توی رپ فارسی باشه بعد حالا به هم باز دیس بدن و اینها زیاد مهم نیست ولی این فکر می‌کنم اگه همچین پروژه واقعا رام بشه خیلی می‌تونه مفید و به نفع رپ فارسی باشه و فکر می‌کنم رکورددار خیلی دیگه جابجا جا, جا بکنه امیدواریم که موفق باشه تو این داستان یه حواشی دیگه هم هست ما دیروز دیدیم امین منیجر سورا یک عکسی رو با توی تهران گذاشه. بود و بعد از حواشی امروز پاک کرد و یه عکس دیگه هم داره دست به دست میشه که نسیم زدبازی هم بغل امین منیجر هست ولی خب این عکس میتونه نوید از این داده باشه که حتی شاید آشتی بین بچه های زدبازی هم شکل بگیره و خبر از این میده که خب ایرز جی جی هم در تهران هست الان یه استوری دیگه هم که چند روز پیش جی جی زده بود و شاتی که به این اتحاد بود این ریختی بود نمیشه بود زد بازی تو مارکت ایران مساوی رال مادری تو لیگ قطر و اینجوری اعلام کرده بود که ما خیلی سرتر از رپ ایران و اتحاد و این داستان ها هستیم همونطور که میدونید خب تو گرگ سه قرار بود ام باشه و این اتحاد داشت شکل میگرف حالا یه نکته عجیبی که این وسط بود امیر تتالی یه سری پست راجع به اتحاد زده بود که مثلا هیدن کنار حسین خوب میشه که اون پست‌ها رو خیلی زود پاک کرد در حالی که خب میدونیم که سهراب امجدی 100 صد درصد شده بود توی گورگ سه حالا با توجه به این داستان ها نمیدونیم اتفاق میفته یا نه رضا پیشرو هم توی چند روزی که گذشته بود سر این داستان ها یکی از پست هایی که راجع به آلبوم صفر مهرات هیدن گذاشته بود و پاک کرده بود تو آرشیوش کاشته آرشیف بود و از آرشیو در آورده بود اینا همه داشت نوید یک اتحاد بزرگ میداد که با زدبازی و پیشرو همه این داستان ها باشه اما به نظر میاد خب با مخالفت های از طرف جی جی و بقیه بچه ها همراه بوده که این داستان اینجوری شده و به این سمت رفته و فکر نمی کنم دیگه حالا ما اتحاد اونجوری داشته باشیم بعد ببینیم که سهراب ام جای هم توی گرگ میمونه یا میاد بیرون ولی خب 100 درصد به نظر میاد یه سری دیس و دیس ترک و این حرفا رو خواهیم داشت و دوباره رپ فارسی ریخته به هم حالا از این موضوعی که بگذریم سام ویلسون هم دو تا استوری گذاشته بود اول یه دونه ویدیو به این شکل و بعد از اونم نوشت تنها راه مبارزه با کرونا خوندن آهنگ دریله ای که اشاره به اسکیماس کو این حرفا داشت که صورت اینا خودشونو میپوشوندن خویم بود از حواشی این چند روز به علاوه اینکه بهمندی و بعد از مدت و برگشته منتشر کرده حالا خیلی حواشی حول محورش نبود خب اما یه دیسترک رو به زد بازی و خیلی های دیگه داده من هنوز گوش ندادم احتمالاً ریاکشنش میریم دمتون گرم رو توی, توی کامنت ها بنویسید به نظرتون اون اتحاد باحال بود یا این بیفکر الان هست و شما رو ترجیح میدید و به نظرتون به کدوم سمت میره آیا داستان یه بیف سنگین میشه و چند تا ترک میبینیم یا نه صرفا همین چند تا استوریه دمتون گرم است که تا این از ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون باشه توب خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی سون